همدیگه نگاهی بکنیم به یک برنامه ویژه‌ای که آقای مهدی فلاحتی، برنامه‌ساز صدای آمریکا، در مورد فروهرها ساخته و با پرستو فروهر، دختر مرحوم فروهر، گفتگو کرده. با اجازه خود آقای فلاحتی این برنامه رو شروع می‌کنیم به پخش و امیدوارم که هر چه زودتر آقای مسعودی عزیز ما از راه برسن. مثل اینکه آقای مسعودی در راه هستن و نزدیک من هستن و به زودی به استودیو میان، اما اجازه بدید تا ایشون رو در کنار خودم داشته باشم. به یه فیلم کوتاهی که بی بی سی ساخته از ماجرای قتل فروهرها با هم نگاه میکنیم. برمیگردیم با آقای مسعودی خواهیم بود، با ما باشید. متاسفانه از حدود ساعت 10:30 صبح مأمورین انتظامی امنیتی راه ورود به خونه رو بسته بودند و کسانی که میخواستن بیان برای مراسم بزرگداشت از همون ساعت‌های صبح، با اینکه ما مراسم رو از ساعت 4 بعد از ظهر اعلام کرده بودیم تا 6، از همون صبح اجازه ندادن که کسی وارد این خونه بشه. آیا مجوزی داشتند؟ آیا دلیلی هم برای ممانعت ذکر می شد یا خیر؟ نه خیر، فقط همین که بهشون دستور داده شده. مأمورینی که به هر صورت اینجا میان یک جمله تکراری دارن و میگن مأمورند و معذور و بهشون دستور داده شده و بایستی اجرا کنند. حدس می زنم که شما مدت هاست که میخواید مراسمی رو برگزار بکنید. آیا تلاشی کردید که مثلا هماهنگی صورت بگیره و کسب اجازه و مجوزی انجام بشه؟ ببینید، برای برگزاری مراسم بزرگداشت در خانه محل شخصی هیچ نیازی به مجوز قانونی نداره و اون کاری که اونها انجام میدن در واقع غیر قانونی هست و ما هم هر ساله سعیمون رو میکنیم و بعد متاسفانه با این سد ممنوعیت روبرو میشه. الان 12 ساله که این روال ادامه پیدا کرده متاسفانه، و تنها کاری که میتونیم بکنیم همین اعتراض به رفتاریه که انجام میده. رسیدگی که به پرونده والدین شما صورت گرفته شما رو راضی نکرده، همین رو میدونیم. در این مدت شما چه کارهایی کردید با توجه به اینکه 18 سال از اون حادثه میگذره؟ خب من تا اونجایی که تونستم سعی کردم که روشنگری بکنم، بگم به چه دلیل این رسیدگی قضایی، دادرسی عادلانه نبوده. با انواع و اقسام نوشته ها، در گفتگوها و نوشته ها، با ذکر موارد مختلف، فرصت من خودم اون پرونده ای رو که به عنوان پرونده قتل پدر و مادر من و دو عضو کانون نویسندگان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده تنظیم شد رو خوندم، از اون در واقع پرونده ساختگی با خبرم و بعد اون دادگاهی که به صورت نمایشی تشکیل دادند، حتی شکایتی که به کمیسیون اصل 90 در اون موقع کردیم، همه اینها رو سعی کردم که با یادآوری این خواست دادخواهی، این خواستی که هنوز بهش پاسخ درخور داده نشده از توی مقام های قضایی، رو همچنان زنده نگه دارم و در حد خودم بیان بکنم. در تمام این 18 سالی که شما پیگیر بودید، مشخصا چه دلیلی باعث شده که رضایت شما حاصل نشه و اینطور فکر بکنید که حقی از شما ضایع شده؟ به دلیل اینکه کسانی که متهم این پرونده بودند همگی کارمندان رسمی وزارت اطلاعات، بارها در این پرونده تکرار کردند که به صورت سازمانی عمل کردند، نه اونطور که گفته شد خودسرانه. بارها اعلام کردند که ویژه در مورد پدر و مادر من اعلام کردند و من این روز نوشته ها رو خوندم که دستور قتل رو
وزیر وقت اطلاعات آقای دوری نجف آبادی دادند. در این مورد بررسی صحیح انجام نشد. به هیچ وجه مسئله دستور دهندگان و بستر فکری و سازمانی این قتل‌ها بهش رسیدگی نشد و در واقع از قتل سیاسی دگراندیشان پرونده یک نوعی از کینه‌جویی خصوصی چند نفر نسبت به چند نفر دیگه درست کردند و سرهمبندی کردند و بستند. این بهش نمیگن رسیدگی عادلانه. فیلمی رو که ملاحظه فرمودید مصاحبه بی بی سی بود با خانم پرستو فروهر، فرزند زنده‌یاد فروهر، که به خاطر این مصاحبه رو کردن که چند روز پیش ایشون میخواسته در منزل خودش پرستو یک مراسمی به مناسبت واقعی که برای پدر و مادرش رخ داده برگزار بکنه و مامورین جلوش گرفتن، حتی اجازه نمیدن که دخترش در مورد پدر و مادرش مراسمی داشته باشه، مراسمی که این روزها بسیاری از مردم ایران آزادن که اقلا در مورد پدر و مادر خودشون که از دنیا رفته مراسمی داشته باشن. اما حکومتی که اعلام میکنه که فقط چند نفر خودسر در وزارت اطلاعات دست به این کار زدن، چرا اجازه نمیده که دختر اون دو بزرگوار مراسمی برای اونها داشته باشه؟ گفتم که یکی از دوستان مرحوم فروهر، آقای علی مسعودی، نویسنده، روزنامه‌نگار، نقاش و دوست خوب من، دعوت کردم که امشب در برنامه باشه. در 18 سال این واقعه اسفناک که در مورد تعدادی از بزرگان اون مملکت انجام شد و به عنوان قطرهای زنجیری معروف بوده، با من صحبت بکنه. خوشبختانه با وجود راه دشوار و ترافیک ویژه شب شکرگزاری، مسعودی عزیز به ما رسید، الان در کنار منه. خوش آمد میگم به، بسیار محبت کردی علی عزیز من. شب غمناکیه، شب بدیه. خدمتتون عرض کنم من با اینا دو زوجشون هر دو رفیق و دوست و خیلی نزدیک بودیم. من یادم میاد روزی که فروهر خواست حزب درست بکنه، منظرم خانم دلکش رو ما گرفتیم، هیچی هم نداشتش، بعد صندلی می آوردیم، میز می آوردیم. خدمتتون عرض کنم پرچماشو من بردم دادم خواهرم دوخت. یه جایی درست کردیم حزب ملت ایران، از گروهی که در هر صورت اون موقع می گفتن وابسته به رکن دو استعداد ارتشه جدا شدیم. جدا شدیم و آمدیم یه جایی درست کردیم. سراسر زندگی فروهر آرزو بود، آرزو به شدت. و این دنیایی که این داشت، من حتی اون روزها نگاه میکردم در کسوت این، میخوندم که این میخواد یه آدمی باشه که همه چیزو عوض بکنه، همه چیزو درست بکنه، همه چیزو خوب بکنه. اون نوع اون سیبیلی که گذاشته بود، لباسهای باریکی که میپوشید، من اون موقع خیلی شباهت میدم به رضا شاه، اون اوایلی که اومده بود در تهران و خدمتتون عرض کنم کودتا کرده بود و ستیار رو برده بود. فروهر خیلی ساده بود، مثل آب زلال بود، بسیار با ادب بود، خیلی انسان، زیاد از حد انسان بود. و بالاتر از اون که به نظر من یک سرگردن بلندتر از اون بود، پروانه بود. پروانه رو ما یه انجمنی داشتیم، انجمن آناهیتا، بعد از 28 مرداد درست کرده بودیم. استاد پورداودم بودم، رئیس افتخاریش کرده بودیم. اونجا باش آشنا شدم. میرفتم منزلشون رو میومدم و من شدم برادر بزرگ سه تا دختر خودم جوانتر. انقدر تعریف کردم از فروهر، از رشادتش، از خدمتتون عرض کنم، محاسنی که داشته اینا، کم کم این پروانه بدون اینکه روبرو اون دیده باشه عاشق شد. بعد با هم ازدواج کردن. حاصلش خب همین پرستو بود و آرش بود. روزگار سختی رو پروانه گذروند، خصوصا اینکه در
زمانی که از بعد از این که 28 مرداد تا روزی که در انقلاب ظاهر شد 15 سال 6 ماه از اوقاتش و فروهر در زندان بود. هی میگرفه اعلامیه میداد، آزادش میدادن، دو مرتبه اعلامیه میداد، دو مرتبه گوش زد، میگد داد بزد آقا جون قانون اساسی رو رعایت بکنیم، با شاه بعد شاه باشه، شاه خرابش نکنین، بشین دولت همه چیزا رو ایبار به خودش بگیره، مردم بر علیه دولت ها باشن، دولت ها رو عوض کنین، مجلس رو درست بکنین. نه این نشد، نشد، گوشام نمیپذیرفت. فکر کردن اگه در زندان باشن مثلا چه کار نمیتونن بکنن، ولی بگه بیرون باشن چه کاری میتونن. یه مقدار شما نگاه میکنید با آدم های مغزهای کوچیک طرف بودین، خورن آب زرش کشید. بعدش هم اومد انقلاب، اومد انقلاب، نیومد انقلاب وقتی اووردن یا وقتی اومدش، بر روایات مختلفه. فروهر مثل یکی از دوستان ماست که همیشه میگه من با همه آشنام، با همه رفیقم، هم با همه نزدیک بودم. یه تو خیابون استانبول میرفته، یه آقای میمده، پیر مرد بوده، میاد میپرسه آقا شما مرحوم معیرالممالک نیستین؟ میگه نه. اونم نفهمید که این مرحومو گفته، مثل خانم مثل این مجاهدین. خدمتتون عرض کنم دید ناراحتی، گفت دیدم هیچ شباهتی بهش ندارین شما. در حالی که فروهر انقلاب رو به جا نیفرد، اون مرحوم دکتر مصدق و سیماش رو تو بازرگانها دید، همکاراش دید، حتی تو خمینی دید. اون مرحوم شده بود، این اشتباه میکرد، هیچ شباهتی به هم نداشتن. یه خفتگی وحشتناکی درست شده بود در اون تمام. یه دفعه خواب پریدن، هم خمینی از خواب پرید، هم فروهر پرید، هم بازرگان پرید، هم از خواب ده، هم اونایی که قلم می‌زدن، هم اونایی که داد می‌زدن، هم اونایی که می‌خواستن خدمتتون عرض کنم تسویه حساب بکنن گذشته‌هاشو، چپ راست بغل مغل اینا هم از خواب جستن، هیچ کدوم همدیگر رو نمی‌شناختن. خب اومدن قاطی شدن. من متأسفانه من از یک سال پیشش من احساس کردم که این انقلاب نیست، این یه نوع تعویض حکومت استراتژی غرب در مقابل اتحاد جماهیر شوروی، یه چیزیش اینجا یه کاریش دارم میکنم. منطقه خیلی وقت ساکته، وقتی منطقه ساکته کسی هواپیما نمیتونه بفروشه، اونو نمیتونه بفروشه، بمب نمیتونه بفروشه، همه کاسبکاری ها میفته از کار. البته فروهر رو به خاطر فقط مخالفت با جمهوری اسلامی نکشتنش. اون روزی که آقای خاتمی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی حذف فیزیکی این آدم رو داد، اون روز به خاطر یه چیز دیگه بود. طالبانی میاد سفارت، اعضای سفارت ایران میگیرن، میکشن، تاراج میکنن، میبرن، و فروهر اعلام میکنه که ما باید حمله کنیم. ما این توهین، این تعرض به خاک ماست وقتی به اون سفارتخونه حمله میکنن در افغانستان. در افغانستان بله. بله. این با دادن این اعلامیه عجیبی دفعه محبوبیت پیدا کرد تو سپاه پاسدارانی که تازه درست شده بود. آدم ها خیلی عقیده داشتن، نه به خاطر پول، نه به خاطر مقام در اونجا بودن. احساس خطر کرد حکومت از وجود خود این آدم، این محبوبیتش و بعد مخالفتش با دستگاه دولتی. این اون روز کسی به کار نرفت. اصلا قتل‌های زنجیره که گفتم به نظر من این یه مقدار کوچیکش میکنه، درست مثل فروشگاه زنجیره میمونه. نه اینا یک لحظه نشد که تفنگشون رو طرف قلب کسی نشانه ندن. امروز دو روز اعلان تعطیل عمومی کردن برای مردی که تمام انظر قضایی همه این چیزها رو صحه گذاشت، دستگاهش، دستگاه دادستانیش، همه اینا اون آدم ها رو کشتن. البته بر من فروهر با اون جوون مجاهدی که میخواد
باید مبارزه کنه، زندگی بهتر داشته باشه برای وطنش، از آدم های بیطرف که بهتره که. بالاتر نبود. خیلی از جوان ها 14 ساله ها، 15 ساله ها، 13 ساله ها دلشون برای وطنشون زیادتر از من و شما و فروهر و دیگرون میلرزید. اونها رو هم اعدام کردن، اونها رو هم کشتن. یه نوع نمیگم نسل کشی، حتی نسل کش هم اینقدر وقیحانه کسی رو نمیکشن. در اون مملکت بسیار آدم ها شما بگیم سال روز بگیرن، معتقد به سال روزن. توی شما سال بیان وقت بعد از خود قاتل ها شما بیان بگیم آقا میخوام شکایت کنم، شما رسیدگی کنید اخلا. آقای قاضی القضات، آقای باسپورس، آقای فلامه، میخوام پیدا کنم قاتلش. قاتلش نظامه، قاتلش سیستمه، قاتلش آیه هایی که نازل میکنن، فرمان هایی که میدن، اینها قاتلن. ببین اجازه بدیم من یه نکته برام جالبه. امروز داشتم کنکاش میکردم در تصاویری که راجع به این واقعه هست، برخورد کردم به صحبت‌های خامنه‌ای در اطراف قتل فروهرها. به نظر من یکی از وقیح‌ترین کاریست که میتونه یه نفر بکنه. اجازه میدی با هم نگاش کنیم ببینیم که خامنه‌ای چی میگه؟ اتاق کنترل لطفاً صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو در مورد فروهرها با هم دیگه نگاه می‌کنیم و ببینید که چه صحبت‌ها میشه و چگونه صحبت می‌کنن در مورد کسانی که خودشون دستور قتلش رو دادن. نگاه می‌کنیم. اگر نظام جمهوری اسلامی اهل دشمن کشی است، دشمنان خودش رو می‌کشد، خب چرا سراغ فروهر بره؟ فروهر و عیالش. مرحوم فروهر در قبل از انقلاب دوست ما بود، اول انقلاب همکار ما بود، بعد از پدید آمدن این فتنه های سال 60 دشمن ما شد، اما دشمن بی خطر، دشمن بی ضرر. بینی و بین الله، فروهر و همسرش، این دو مرحوم دشمنان ما بودن، اما دشمنان بی ضرر و بی خطر، هیچ ضرری نداشتن، نه به جایی وابسته بودن که ما می دانستیم. خب کسانی الان در داخل دارن فعالیت می کنن، یقیناً وابستگی دارن به دستگاه های خارجی. دستگاه با اینا کاری ندارد، میره به سراغ کسی که دشمن ما بود اما نه وابستگی به خارج داشت و نه امتدادی داشت. یک حزبی داشتن، سالهای متمادی این حزب بود با عناصر خیلی معدود. خب اینجور دشمنی که در داخل کشور هست اطلاعیه هم مرتب میده علیه نظام، دیگران هم میگن که بله در داخل ایران مثلا آقای فروهر اطلاعیه داد. خب داد، کسی از مردم او رو نمیشناخت، کسی با او آشنایی نداشت، کسی تحت نفوذ و تحت تاثیر حرفای او نبود. ایشون معروفیتی توی مردم نداشت، نفوذی نداشت، دشمن بی خطری بود، آدم نانجیبی هم نبود انصافا. ما البته دشمنانی هم داریم که انصافا نجیب نیستن، داریم از اینجور دشمن های نانجیب. مرحوم فروهر نه، آدم نانجیبی نبود، خودش، عیالش، مخصوصا عیالش. خب حالا شما فکر کنید که کسی که مثل فروهری را میکشد، این میتونه دوست نظام باشه؟ میتونه برای نظام کار بکنه؟ چنین چیزی معقوله؟ من باور نمی کنم. بله باور نمی کنن. اجازه بدید من یه نکته رو خدمتون بدم. من وقتی که به این نوار نگاه کردم اول فکر کردم که شاید صدای دیگه ای روی تصویر خامنه‌ای گذاشتن. جالب بود نه؟ خدمتون عرض بکنم این نشون از این میده که اون حکومت و اون مملکت و همه این اوضاع رو از یه جای دیگه فرمون میگیرن. هیچ لزوم نده آقای خامنه‌ای که یه قسمت کارمندیه یه جا از یه پست و یه مقامی رو بهش تفویض کردن که این مرتب ارضا میشه خاطرش، اون خاطر بزرگمنشی خودش، بالانشینی خودش. اونجا اصلا مملکت نیست، اونجا یه جاییه که همه چیزاش دیکته میشه بهشون. آدم ها واقعا خبر ندارن، آدم ها خودسر هم نیستن، ولی سرشون کجاست فرق میکنه. یه آدم هایی اصلا حذف فیزیکیشون، حالا آقای فروهر نه، آقای بختیار چی؟ آقای بختیار نانجیب بود،
اعلامیه چیز دیگه هم که نمیداد. میرن دو بار میلیاردها دلار به فرانسه پول میدن باش معامله میکنن که یه مرتبه حمله میکنن، یه پلیس فرانسوی یه پرستار فرانسوی رو میکشن، بعدم دو مرتبه قاتلش رو آزاد میکنن میرن، بعد دو مرتبه آدم میفتن، دو مرتبه ایران رو میکشن. اونم خود سر بودن، گرچه تو این لس آنجلس نمایشنامه گذاشتن گفتن اینایی که میان میکشن، اینایی که اومدن بختیار رو کشتن، اینو کشتن، اینا بر اساس احساسات شخصیشون بوده، اصلا به دولت ارتباط نداشته. مثل نمایشنامه بود پروانه در مشت. شما نیا کنین این وقتی این حرف میزنه اینا یه مش یا مردم خر حساب کردن واقعا، اینا خولن، یعنی اینا یه مش دیوانه هستن، یه دیوانه هستن که اینا خب نمیدارن آدم ها رو خدمت برکنن، کاغذ ها رو پاره نمی کنن، خدمت هم تو پاره پنچر نمی کنن، ولی دیوانه هن. یعنی یه مش آدم ها اونجا جدا کردن، در رأس کارهایی گذاشتن که اون مملکت غیر مسکون بشه. اون مملکت غیر مسکونه. من چی کاره بودم؟ نه تیرانداز، نه تک تیرانداز بودم، نه زیر تیرانداز بودم. زندگی و خونه و زندگیمو ول میکنم، میام 14-15 هزار مایل بردن. من 5-6 سال پیش بودش، پروانه فروهر اومد. اومد از خبر دادن از سنحوزه، آقای یزدی‌زاده دوستمون که پروانه اومده. بیشتر، شاید نزدیک 20 سال پیش. 20 سال. حالا بارو ببخش. ولی ما یه گیجی، ولی یه سال. مثلا زمان، برای ما یه زمان وجود داره اون بر یه وقت بقیهش ما رو هوا داریم پرواز میکنیم. نه زمین رو میبینیم، نه آسمون رو میبینیم، نه خورشید میبینیم، نه غروب نشون داد. ما اینجا فقط من میفهمم عمرم چه جوری باشه، میفهمم امروز پنجشنبه است، روز پنجشنبه بعد خاطروباهامو بیرون بذارم. برای من تمام تقویم همینه، تقویم گذران زندگی. ما گیج و من گفتیم اینجا بهش گفتم که خب بعد از چندین سال هم دیگر دیده بودیم، نشستیم صحبت کردیم اینا، بهش گفتم که آقا اینا سگاشون رو ول میکنن، پروانه اینا سگاشون رو ول میکنن، هم برای تو هم برای داریوش، اصلا اینا نمیتونن ببینن اینا. یه نفر تو خفام اگر بفهمن که حتی نفرین نالشون میکنه، اونم میخوام بگیرن بکشنش. نه، اینی که داره این میگه، این که از این عوام فریبتر، از این بدتر اصلا صحبتی امکان داره کسی بتونه بکنه؟ که خود دستگاه رهبری بفرستن رئیس جمهور نمیدونم اصلاح طلب امضا بکنه، فلان بکنه، مأمور چیز بره اونجا اینا رو تیکه پاره بکنه. اینا مسئله کشتن نیست، اینا شرف کشتن هم ندارن. شرف کشتن اون آدم میدونه که درست گلوله رو میزنه وسط پیشونی یه نفر میکشه. اینا زمان کشتنشون گاهی 5 سال، 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت طول میکشه. اون پسر اون آقای کتیبه، یه پسر جوونی که پل آقای بختیار بود، شما نکنید تو آسانسور میرن آقای برومند گیر میارن، همونهایی که بختیار رو کشتن اونجا هم تک تکش میکنن. اینا کار یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، ده دفعه، بیست دفعه نیست. اینا زنجیروار تو مملکت آدم کشیه. اونجا شما اگر نگاه بکنید تو اون سرزمین ما رو، درست مثل گاوچای سلاخونه هاست. اونجا جای زندگی میدینی. اینا نمیدونم تا کی، تا موقعی که همه فشنگ فروش ها فشنگشون رو بفروشن، تا اینکه همه هستی و نیستی اون منطقه آباد بشه. حالا ما هستیم اونجا. این همین کار سر عراق هم آوردن، سر قذافی هم آوردن. شما نگید کاری که جمهوری اسلامی در پاریس میکنه، کاری که در خونه کوچه خیابون هدایت کوچه فروهرین رو میکنه، اینا همه جا انجام میشه. اینها یه مش مأمورن، یه معذورن، عقلم ندارن. اینا فکر نمی‌کنن از داخل خودشون بلند میشه، از داخل خودشون بالاخره یه آدمی بلند میشه. بس نداره. حالا این سردار سلیمانی، سردار حسن فر اکبر، اینا اونایی که با مردم ارتباط دارن تو اون تشکیلات، اینا میدونن چقدر نارضایتی، اینا میدونن چقدر دزدی میشه، اینها میدونن میلیارد 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 پول از سرزمینشون خارج میشه. اونا این همه کارتون خوابه که میبینن، این تو این سربازا، تو این تفنگ به دستا، تو اینا که همون نظام رو دارن فعلا پاسداریش میکنن، اینا میبینن. یه روزی به عذاب میاد، یه روزی تو مملکت اتفاق میفته، بالاخره یه مرد پیدا میشه،
یه نفر که اولین نهره رو بشه از خودشون هم باشه که اینا بگید نکنن یه مش حساب کنی اصلا اینا یه دونه زن و بچهشون تو مملکت نیستش، بچه‌هاش تو هیچ مدرسه ایرانی نمیذارن، میخوان بیرون برن بچه‌ها آدم بشن. در صورت یه فاجعه است. پروانه قبول نکرد، گفت ما مقصر بودیم. گفتم نبودی به خدا، تو نبودی، تو حالت خوش نبود، تو از خواب بریده بودی، حالا که اینطوری بلند شو بیا میکشنت، بد جورم میکشن، دست آدم که تو کشته نمیشی، دست یه جانور کشته میشی. فروهرم بگو آقا بیاد، ما یه دونه خونه داریم، چهار تا اتاق داره، با هم میخوابیدیم، با هم میگیریم میشینیم. اونجا کاری دیگه نمیشه کرد، اونجا شما کاری نمیتونیم بکنیم. شما این احساس گناهی که میکنین که در انقلاب شرکت کردین حالیتون نبوده، در حال مستی شما یه کاری کردین. همه مردم مست شدن، همه جامعه ما مست شدن. نه اینا خیلی بیرحمیه. یعنی من پروانه رو واقعا هر بار دکتر عکس تو خونه دارم باش تو همینجا برداشتم نگاه میکنم، یه دونه فرشته بود، یه الهه بودش خدمتتون عرض کنم. به خاطر این معصوم بودی زن که حد نداشت، شاعر خوبی بود، شعر قشنگ میگفت، با هر چیز کوچیک ناراحتی تو کسی بود زار زار گریه میکرد، خودش هم به خانواده‌اش هم میدون، خود فروهر هم میدون. فروهر خیلی انسان بود. من واقعا و یه روزی من واقعا نمیدونستم، یه روزی مادر بزرگش من رو خواست گفتش که چیز کن بیبار کک بگیر از این چیز پول بهت میدم خنودی یاس. گفتم چیشه؟ گفت روز تولد فروهره، امروز هفتم دی ماه تولدمونه. خب اون خواه رسم نبود که تولد بگیره، تولد فقط مال امام زمان بود. من گفتم ببینم من که دنیا آمدم، بعد نیا کم دیم منم هفتم به دنیا آمدم. گفتم خب منم همین روز دنیا آمدم. گفت خب پس شم دو تا بگی، دو تا با شم بزرگ میگیریم. من تمام مدتی که این زندان بود خانه بودش میدونستم امروز تولدشه. بزرگار بعدی رو فروهر گذروند، از بعد از اینکه گرفتنش بعد از 28 مرداد. خب کی به دو زرهی بودش، با هم دیگه اونجا همخونه بودیم، ایشون بود، آقای اخگر بودش، آقای توانگر بودش، دکتر شایگان بودش، کریم پور شیرازی بودش، بعد دکتر فاطمی هم به مهمان ها اضافه شد، ولی خب چون مریض بود زودتر بردن کشتنش، با برانکار بردن تیروارونش کردن، هشتان گوله در رفت. این تو کوش ما امروز تو همین کیپ به دوی زرهی بشیدش. آقای مسعودی عزیز، بذاری من یه سوالی همیشه برای من مطرحه. کسانی مثل فروهرها یا بختیار یا دیگران که جزو کسان روشنفکر اون جامعه بودن و مبارزه میکردن، حتی من میدونم که همین آقای بختیار، خدا بیامرز بختیار، زنده یاد بختیار، به اتفاق آقای فروهر نامه نوشتن به شاه و بنابراین دلشون برای مملکت میسوخت، دلشون میخواست که مملکتشون یک مملکت دموکراسی باشه. و اما در آغاز انقلاب اینها چرا پشت سر خمینی ایستاده؟ چرا اینا باعث شدن که آدمی رو که اصلا نمیشناختنش، فقط من میدونم که بختیار اون موقع اعلام کرد که نعلین چیز دیکتاتوری نعلین بدتر از دیکتاتوری چکم است. حکومت پادشاه، حکومت قبلی ما اگر با امروز مقایسه بکنید وحشتناکه. ما چرا به این روز افتادیم که این روشن فکرها، این آدم ها آمدن پشت سر خمینی ایستادن که این به قول شما این انقلاب هرچی میخواید اسمشو بذاری این اشتباه انجام بشه؟ خدمتتون عرض کردم آقای کاردان، خدا نکنه انسان بخواد ساختمون بسازه و عمل بناشو سراغ نداشته باشه یا نفهمه چه نقشه ای بد بریزه برای ساختمون که بشه اجرا بشه. تو ده کهک شما نمیتونین بسازین، اصلا بناش نیست، لوله کشی چیزی بخونه آب لوله کشی بکنه، رنگ رزش نیست. شما بر اساس اونجا یه کاگلی به در دیوار میبارین، درست باید فعلا سرما حفظ بشه. اون سرزمین آدماش تو برج آجشون نشسته بودن،
هر کس توی یه گوشه‌ای فکر میکرد که معترض باشه، ولی چی بسازی ما هیچ کس نمیدونست بسازه. متاسفانه این برج آج نشستن به تازه بقیه بیدار که بودن، ماها همه خواب بودیم. اون روز که آقای فروهر از هواپیما پیاده شد اومدش، خب من دیدمش، گفت بسیار سفر خطرناکی بود. گفتم نه قربونتون برم آقا، نکنین حرف رو نزنین. این اگر یک در یک میلیونیوم این هواپیما خطر داشت پرواز نمی کرد، این فرانسوی پشت فرمونش نمیشست. نه این خیلی قلابیه آقای فروهر. که بعد تازه بعد از اونم هلیکوپتر ارتش شاهنشاهی میره آقا رو بر میداره میبره توی بهشت زهرا، نطق بکنه، دستور از همپاشیدن یه مملکت رو بده. نه این اینجوری نیست. ولی خواب زده بودن، فروهر خواب زده بود، نمیدونست چه خبره. اون بازرگان اینا سازنده نبودن، اینا مملکت و عوامل دستشون رو نمیشناختن. حتی خود آقای خمینی، خود خمینی از آقای خامنه اینا جداست، اصلا بد بوش کنار. خمینی دو ماه تموم از ساعت 5 و 6 بعد از ظهر ما به حرف گپ میزدیم، حرف میزدیم، زر میزدیم بی خودی بی خودی تا ساعت 10:30 بشم. دیوار به دیوار خونه من در قیطریه منزل حاجی روغنی، ایشون دو ماه اونجا بودن پیش از اینکه تبعید بشن. ایشون هم فکر میکرد یه مدینه فاضله میخواد بسازه، اونم فکر میکرد همه رو وام داره درست باشن. یا اون آقای فکر میکرد همه یه دونه توی ویلاهای یه طبقه توحیدی زندگی میکنن. اونم جامعهشون نمیشناخت، اونم ابزار دستشون نمیشناخت، فروهر هم نمیشناخت. ما اون زمانی که برو برو برو، یه چه راست میگه این خامنه، ما اون موقعی برو 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 به 150 تا نرسیدیم. زمان مصدق نه نرسیدی با اصلا کسی توی خط و احوال نبودش. اینی که میبینین 28 مرداد امپیر شاه هم طرفدار نداشت. این چپ ایران بود که به هر ترتیبی میخواست مصدق رو بزنه زمین، دوستاش بزنه. خطرناک بود برای جمهوری های اطراف اتحاد جماهیر شوروی. رمال ما همیشه تو گنگی و گیجی ما زندگی کردیم، امروز هم بازم داریم زندگی میکنیم، امروز هم برای ساختن چیز داریم. این هم که دوران شاه بخواییم مقایسه بکنیم، آقای اون مملکت اون ترتیبی که قدم به قدم بود، ذره ذره عوض شدن داشتش، اینا حرکت داشت میکرد، حرکت داشت میکرد درست بشه. شما دیگه کم کم لات خیابونی و کوچه محله و چاقوکش نمیدیدین تو ایران. شما کم کم تو صف با میسدن، کم کم میدیدین مردم وسیله که داشتن میتونن باش رفت آمد بکنن. شما میتونستین از مرز بازرگان تو ماشین تام یه 500-600 هزار تومن اون موقع توش اساسی خریده بودین از اروپا رو بیارین شبم تو بیابون بگیرین بخوابین. خب این یه همچین جای با ثباتی درست میشه. عمل بندهایی که برای من کار میکردن همشون بهترین سیگارها رو بد میکشتن، بهترین غذاها رو بد میخوردن. نه این بد بود. اینجا یه جایی بود که باید یه روزی توش کودتا میشد، کودتا کردن. کودتا کردن برای چی؟ هم ایران از بین بره، هم این بغل دستش همسایش که غرق اسلحه شده تا گلوگاهش اسلحه روسی رو گرفته و تجهیز داشته. عراق رو میفرمید؟ بله. یه بحثی که بگه من عربم، من عربم، با همه عرب دیگه با من یکی هست. اگه سرزمین اون اشغال میکنن به من بخوره. اون بخواست انتقامش جنگایش اون 6 روزه رو بگیره، اون شکست مفتزهانه رو بگیره. خب این دوتا وقتی به جون هم میفتن، هم این هم بمیره هم این هم بمیره، خطر رفت میشه. هم اسلحه فرو 8 سال تموم اینا کودتا رو با گروگان گرفتن شروع کردن. سازمان اطلاعات امنیت کشور که اومد به عنوان دانشجوی خط امام گروگان گرفت، جواز تجاوز به ایران، هر تجاوزی بعد از این میگه به عنوان یک کشوری که کار غیر قانونی انجام میده. ما اون روز محکوم شدیم. اون روز معلوم بود که میخوان یه خیلی بلاها سر ما بیارن، یه رو حمله بکنه بکشه،
1,000,000 خورده آدم توی گنداب های کنار بصره کشته شدن. اینا همه جوانای ما بودن، مال اونام کشته شدن، مال عرب هم کشته شدن، اونام تازه نون آب علفی گیرشون رو بذاشن میخوردن. اینجا میشه تو شمال افریقا یه نفر میخواد آدم بزرگی بشه، دوست داره، پولم داره، جمعیت هم زیاد نداره، میخواد بانک افریقا رو درست کنه، میگه من پولا با همه رو فرانسه میارم. قذافی رو میفرمید؟ بله، اونجا رو من بیم برن. بخش سوریه قدیمی ترین کشور با بزرگترین تمدنی که تو منطقه وجود داره، نیا کن چه بلایی سرش بند. دیگه از حالا چه این ور پیروز بشه ملیون، چه این ور دیکتاتور شکل دیپ پسندا، چه اون ور دیم چپا، چه اون ور ترکا، اصلا دیگه سقفی نمونده، اصلا مملکتی دیگه نیست. یعنی شما 150 سال دیگه طول میشه بخواد اینا بازسازی بشه، با چه پولی معلوم نیست. نه اینا میدونید یه بیرحمی خاصی رو اجرا کردن در اون سرزمین ها و ایران یکی از اونا بودش. فروهرا بودن، اون بچه های دیگه بودن، آدم هایی که شهید زندن، شهدای زنده، میلیون ها آدمی هستن که کوچ کردن از اونجا، همه چیشون رو جا گذاشتن، همه چیشون رو ممکن جا گذاشتن، امروز هم بازن ولکن نیستن. الان هم اون آدم هاشون دیگه این مال برجا و مرجا و حالا پول قطع شده، رو مالکیت آدم ها دست گذاشتن، اموال مردم اونجا دارن تاراج میکنن. اون که سابقا هم جنس وارد میکرده میفروخته، قاچاق و ماشاق و اون سپاهیه یا اون تشکیلات انقلابی، حالا افتاده به جون خود مردم. حالا میاد نشون میکنه، میگه آقا در کانادا شهر تورنتو یه حسن آقا زندگی میکنین، حسن آقا 20 تا قطعه زمین داره، رفتیم دیدیم تو سفارت ما گفتن که آقای وکالت هم داده، میان میگیرنش، اون میفروشن، خرید و فروش میکنن. مرتب شهرها رو آثار باستانیش رو خراب میکنن، میگن آقا دول معامله گرا، نهادهای دولتی دارن چیز هتل میسازن. ای بابا آقا که نهاد دولتی چیزی که بعد تفنگ رو دوششه از امنیت مملکت بگیره، این چه به ساختمون سازی، این چه به چیز قرارداد نفتی گرفتن. نه میدونی یه نوع حرسه، یه نوع ولعه برای چپاول، برای فرار. امروز ما همینطوری کنارمون نگاه میکنیم، مرتب نگاه میکنیم، اولی همه خانوم ها تمام شوهراشون تهرانن، بچه ها بابا هاشون تهرانن، خدمت که همینطوری مجبورن آخرین شب آورا رو بکنن بفرستن. همین برادر آقای روحانی، آقای فریدون، زنش تو دوچه بانک کار میکنه، بچه هاش فاینانس کمپانی دارن، صرافی دارن. نه هیچ موقع رخم. من حالا برای یه چیزی بر ما خیلی مهمه، خاطراتمونه، ما قبر پدرمون، مادرمون، همه اونا اونجاست. وقتی نمیتونیم بریم، نمیتونیم اون نفس بکشیم، اون هوا رو ببلعیم، اون بو رو استشمام بکنیم، اون عطر رو، عطر خاص وطن، وطن یه عطر خاصی داره، این چادر نماز مادر آدم میمونه. نه اینا پروهر رو کشتن، ولی اینا فکر نکردن، اینا کشتن دارن به آدماشون یاد میدن. اینا قاتلا، قاتل خود اینا میشن. بله. فروهر خدمتتون عرض کنم، یه آدمی بودش که خیلی آرزو داشت. آرزو داشت 17 شهر قفقاز هم با هم دیگه بریم بگیریم. بله. دوست داشت، وطن پرست بود، مرد بود. معمولا برای مردا در ایران کسی کف نمیزنه، یادتون باشه. تمام سنگ قبر آدمایی که در اونجا میمیرن، آدمای بزرگ، قبرشون سنگ نداره. مردم مردونگی رو دوست براش کف نمیزنن. شما گول بزن کیف میکنن آقا، گول داد میزنن، کف میزنن، شادی میکنن، همدیگه رو هول میدن، زیر پا میگیرن. چه یارو یه گول زده؟ ولی برای آدم های بزرگ، برای آدم هایی که مردن هیچ کاری نداره. آره یه میخواد بگیره، حتی این هم کار دارن. مراسمی گرفتن تو خیابون هدایت، تو اون کوچه گرفتن اینا، بعد از تظلم به اینا بردن، از اینا استمداد طلبیدن برای اینکه گناهکار بگیرن، برای اینکه قاتل باباشون بگیرن. این یه مقدار به نظر من سادگی این دختره میرسونه. خیلی این ساده است.
بی‌نظیره مسادگی. هنوز بعد از 20 سال 15 سال حالیش نشده، میره وکیل میگیره، وکیل سر میدونه وکیل کیه. از این بر آقای احسان نراقی بر اون وکیل رو میکنه خدمتتون ندارم، جایزه صلح هم بهش میده بابت اینکه رفته از اون که مرده شده پروندهش خواسته. پس این خانم صلحبان جهانه، همه چی میده. ما کم کم داریم خول میشیم. یعنی وقایع ایران با این آدمایی که درش حکومت میکنن به یه جای فلاکتباری رسیده. فروهر کسی ده، اون مخش هم کسی نداشت. ما سرزمینمون اصولا انسانهایی که فکری دارن براش، آرزویی دارن و دارن، خیلی بدتر میمیرن. فقط نگاه میکنم این 80-81 سال 82 سالشون شده، هیچ امیدی ندارن. هیچ یک از کارهایی که هیچ هر تیری که برتاب کردم یکیش به هدف نخورده، با یه زمان تا سنگلاق رفته فلو. و ما جز اینی که به همین فروهر هر کس موقع که موقع میگه آقا این سرش با قرمه سبزی میده، آقا خودی آقا یه ول کن، آقا بیشه باشی تو وزیری، تو وزیر شدی، چی میخوای تو؟ اونم حالیش نبود. آقای بختیار هم حالیش نبود. آقای بختیار هم که تحویل میگیره اونجا رو به نخست وزیره، اونم نگاه میکنی میره برای خیلی ساده است. اونم اوضای یعنی وزن کرد، ترازو ندارن. نه هیچون ترازو نداره که بیرن آقا جان یه چیزی چقدر سنگینیه، چقدر سبکیشه. درصد من خیلی، من واقعا شبایی که روزایی که گذروندم با اینا یه چیزیه برای من دیگه، یعنی یه مقدار زندگیمه. روزا با اینا میگیرم میشم نشخوار میکنم، بکساشون نگاه میکنم، به زندگیشون نگاه میکنم، نگاه میکنم میبینم میشه ما یه روزی، میشه ما یه روزی مثل همه آدم های دنیا بشیم، میشه ما مثل ویتنامیه بشیم. امروز دیگه دوستای من دیدمش، این رفته خونه سایگون خریده. میگم خونه سایگون تو گرفته شد، میگه قشنگترین کشور دنیاست، انسانترین انسانها رو اونجا میشه پیدا کرد، نظم و ترتیبی که اونجا میشه بود، رفاهی که اونجا وجود داره، عدالتی که اونجا وجود داره. نگاه میکنی میبینی یه مش آدم یه 90 سال با اون فرانسویه، یه مقدار با بزرگترین ارتش جهان جنگیدن اینا، تو این حتی اینا پشت درخت هم قایم میشن، درخت هاشون هم اینا با گازهایی که بود از بین برده که درخت یه سبز نشه که پشتش کسی مخفی بشه. اینا ساختن، اینا جنگیدن. پس ما چی شدیم؟ نمیشه جنگید، موت نجنگیدنه، این سره شدم سلامت برداشتنه، به پولش رسیدنه. نه اینا هیچ کدوم نیستش. ما یه چیزه، ما هیچ نوع غروری نداریم، هیچ جایی نداریم دست بندازیم یا بعد بگیم پول داریم، بگیم این ماشینمونه یا لباسمون اینه. وقتی نگاه که میکنیم ببینید خجالت زده ایم، خجالت زده ایم در مقابل نسلی که بعد از ما ویلیون سرگردون تو این دنیای پهناوره. من وقتی نوه‌مو نگاه میکنم میبینم فارسی نمیتونه صحبت بکنه، خب ناراحت میشم، میگم این مرد، یعنی تموم شد، این اونجا زندگیش تموم شد، تو این دریا غرق شد، دریای غربت. اونایی که اونجا نگاه میکنم میبینم جوونه میزنه با آب، این مکنده های این چیزای ماهیگیریه توی مدیترانه کنار چیز نش اینا رو میمکه، میاره تو ساحل میریزه براشون. حالا کجا پدر مادر بده، کجا تشخیص هویت بدن؟ در اصل روز شکرگزاریه، روز شکرگزاریه. حالا از کی بابت چی نمیدونیم. اگر دنیا رسم بشه شکرگزاری امریکایی که خیلی زیاد چیز خوبی نیست. آقا این آقا بوغلمونه تو رو یه روز از گرسنگی نجات داده، از مرگ نجات داده، تو فقط رئیس جمهور با اون جهت و قوه‌اش، با اون شونه‌های پهنش، با اون کلبت خط درازش، یکی از اینا رو میبخشه؟
بقیه عمل میره میخوری. ولی آدم نگاه میکنه میبینه دنیا هر کس دست بردم میکشه، میزنن تو قاب انقدر ریخ، تو شکمش هم کلی چیزای سبزیجات میزنن اونجا و میخورن، بابت اینکه هم جنس اینا یه روز اینا رو از مرگ نجات داده. همه دنیا شکرگزاریاش از این قراره. یه دایره بزرگ ما تو این دایره داریم میچرخیم. تو این دایره که داریم میچرخیم باید بگردیم امید درست بکنیم، از مردم بخوایم بلندشن. نه اینکه بلندشن مثل اینا که آدمای اینجا میگن آقا بریم تو خیابون شعار بدین یا حسین یا می حسین یا فلان یا کوفت کنین، خب میگیرنشون میبرن بهشون تجاوز میکنن لامصب، که اون بقیه آدمایی که موندن از بین میرن. جنگیدن بعد یاد بگیرن از کشورهایی که جنگیدن، نهضت‌هایی که جنگیدن، نهضت‌هایی که پیروز شدن به دشمنانشون. من روزه در اصل یاد فروهر میفتم، یاد دشمناش میفتم، یاد تو خیابونا میفتم، فحاشی های این روزنامه های چپ رو میدیدم، چلنگر، خدمت رو، به سوی آینده، نوید آزادی، جهان زنان، این و اون چقدر فوش میدادن، هم به اون میدادن، هم به مصدق میدادن. خیلی خوشمزه بود، ما رو تو خیابون اسلام آباد داشتم میدادم، گفتم پدر سوخته فاشیست، داشتم میزدنمون. من اصلا مات مونده بودم. خودم فاشیست یعنی مظلوم. خب اولا اجازه بده صحبت رو همینجا نگه داریم. با درود بسیار محبت میکنید که برنامه اندیشه با دوستان رو تماشا میکنید. مهمان عزیز من آقای علی مسعودی، نویسنده، روزنامه‌نگار، نقاش و از دوستان قدیمی من و از دوستان صمیمی مرحوم فروهر بود که یادش گرامی باد، مرحوم فروهر. دعوت من رو قبول کرده امشب در این برنامه هست، حرفایی رو میزنه که مختص خودشه. این آقای مسعودی عزیز ما هر بار که با او نشستم صحبتهایی که کرده برای همه ما تازگی داشته. آقای مسعودی عزیز، اول برنامه که شما دیر رسیدید من گفتم یک فیلمی دارم، یک برنامه ایست از آقای مهدی فراحتی راجع به فروهرها که میخواستم پخش بکنم، اگر شما احتمالاً دیر میرسیدین که الان فرصتی نیست که پخشش بکنم، ولی به زودی در یکی از این برنامه ها اون رو پخش خواهم کرد. اما وقتی داشتم نگاه میکردم در یک قسمتی مصاحبه ای داشتن با خانم پرستو فروهر و خانم پرستو فروهر اعلام کرد که مرحوم فروهر در همون آغاز انقلاب، موقعی که سر و صدای بسیار بود در وجود آقای خمینی در پاریس، به پاریس رفت. پرستو میگه که رفت پاریس و بعد مادر من از تهران چیز کرد، صحبت کرد با ایشون که موضوع چیه، و فکر میکنم این قسمت رو میتونیم ببینیم خیلی کوتاه. یه لحظه بله. یک لحظه بله. ما این فقط همه قسمت رو میبینیم و برمیگردیم. مرسی آقای بهروزخان عزیز. که بسیار تکرار میشد، یعنی از دور در ایران که بودن مثلا میشنیدن که آقای خمینی به هر صورت اونطور است، ولی وقتی از نزدیک دیدن به هر صورت اون این جمله رو از او باقی مونده. ولی در این حال من در کتابم آوردم ساده زیستی آیت الله خمینی در اون دوره برای پدرم بسیار شاید جذاب بود. فکر میکرد که این نوعی از تعهد به مردمه و امید داشت که این تعهد در مسیر انقلاب بتونه راه باز بکنه بر به سوی مردم سالاری. میدونید شما که چرا از دکتر بختیار جدا شدن و کلن راه این دو جدا شد؟ دکتر بختیار خوب شد نخست وزیر، آخر نخست وزیر شاه و بله. آقای فروهر نبود. برمیگردیم در استودیو و در فرصت دیگری متن کامل این مصاحبه رو پخش میکنم، ولی جمله‌ای که بهش نرسیدیم این بود که خانم فروهر تلفنی از آقای فروهر که در پاریس بوده و خمینی رو دیده بود میپرسه چه خبر. او یک جمله میگه، میگه آواز دهل شنیدن از دور خوش است. خدمتتون عرض کنم آقای فروهر هم دودل بود،
هم ما یادآوری کردیم روزی که منزل کاشانی صحبت میکردم بر علیه مصدق بودم، دورورش هم پای اون منبرش اینا خود آقای خمینی بود. شبی در از صورت درگیری ایجاد میشه، موقعی که میرن که این جلسه رو به هم بزنن که ما بودیم، خب جلسه به هم بزنیم دیگه، کاریه دیگه، بالاخره هر روز که نمیتونم بالا بشن فوش بدن تو منزل کاشانی. موقعی که اومدیم آقای فروهر زدن به سر این آقای خمینی که پای منبر بود. یعنی فروهر زد تو سر خمینی؟ بله، به بقیه رو میزدن. خب اینم کتک خورد. من که اون بالا ناظر بودم، اولی قیافه خمینی من خیلی خوش آمده بود. ما رفتیم وارد این خونه که شدیم، این نشسته بود پای نشسته اون رو زمین، دیدم این مجسمه های یونانیه، صورت و اینا. برای همین یادم موند خدمتتون عرض کنم، روزی که فروهر رفت به اونجا، اینی که زدشو من حالا به خودش نگفتم، بودم این به هم منزل کاشانی بود که ما حمله کردیم و از این حرفا. موقع که میری دو سه روز این قطب زاده اینو دولش میره، قوله این تایه ما علافش میکنیم، دول میگفتن موقع دول. بعد میبره پل خمینی بعد از سه روز. موقع که میاد تو دم در میگه آقای فروهر، میگه ایشون دیدم منزل حضرت آیت الله کاشانی هست، چیزی هم دستشون بود. یعنی یادش بود که بله. در منزل بله. کاشانی فروهر بله. زده بود. بله، فروهر همونجا فهمیده بود که اوضاع خیلی خرابه. ولی خب اینه که این بلکه تردید داشته باشه، بلکه عوض شده باشه اینا، اون روز فروهر فهمید. فروهر در اونجا که بود فهمیدش که این آقای خمینی، من خمینی رو در روز 28 مرداد اولین کسایی بود که از خیابون اکباتان اومدن بیرون قیام کننده ها بودن، که از منزل کاشانی از پامنار را افتادن اومده بودن، من اونجا دیدم. حالا اینو من چجوری مسجلش از نظر خودم که روزی که همسایه شدیم برای هم دیگه، گفتم من شما رو اون روز دیدم، روز 28 مرداد شما رو دیدم جزو قیام کننده. آقا باید تمام داشتن میگرفتن، آقا چپی ها توده یا داشتن ایران میگرفتن. یعنی ببخشید میخوام برای که برای مردم روشن بشه، خمینی جزو کسانی بود که آمده بود که کوشش بکنه که حکومت شاه برگرده؟ نه. پس چی؟ ببینید شاه برگرده نه آخه ببینید نه 28 مرداد شما میفهم نه میخواست برگرده. بله، من نه اینکه اون آقای فروهر، آقای مهندس حسیبی، آدم های دیگه هم میگفتن ما باید بریم روم چکمه شاه رو ببوسیم برش گردونیم بیاریم. مملکت توده‌ای شد، رفت آقا، رفت اینجا شد بلاک کمونیست، اینجا شد رومانی شد، اینجا فلان شد. برای اینکه با اون شدت و حدتی 40-50 هزار تا ریختن بیرون، سازمان یافته از طرف کاجیوی چپ ایران ریخت، اسم خیابونا رو عوض کرد، همه جا رو زدن، مجسمه رو پایین آوردن، خداس چکش کشیدن و فلان کردن، تن همه آدم رو لرزید. من هم خودم بیکشی بودم، فروهرم لرزید. اصلا فکر کسی جلودار اینا نمیتونه بشه. حالا انگلستان با روسیه چه معامله ای کرد که اینو براش درست کرد، این نمایش عظیم، این نمایش بزرگ که سالها چپ ایران میخواد این ندیده بگیره، همش میگه این امریکا بود. آقا این امریکا بودش که 28 مرداد به وجود بود. نه اصلا امریکا نه. وجود خارجی نداشت اونجا. 75,000 آقای رشیدیان پول گرفت تو دست یه مامور آمریکایی. نه، اون مردم بر نفرت از چپ ایران بود که اون روز یعنی ساکت شدن، هیچی نگفتن. شما نگاه تمام این عکسایی که روز 28 مرداد قیام هستش، 10 نفر، 14 نفر، 15 نفر سوار یه کامیون، 25 نفر دنبال یه روی بیشتر نیستن. یعنی همه جمعیتی که جزء قیام کننده‌های شما حساب بخواید بکنین، رو هم رفته 500 تا نمیشن تو خیابونا. که میگن آقا عوض کردن. نه، مردم ساکت شدن، مردم احساس ترس کردن. مردم رفتن که کنار. در مغازه رو هم بستن. روز 27 مرداد دیگه مغازه همه بعدش بسته بود. بازار تعطیل شد. همه گفتن وای که اومد بولشویک اومد و حالا پدر صاحب همه رو میتونه کرد.
آقای خمینی هم از این ترسید. تنها رایی که بود دیگه شاه برگرده، نه که حالا نگفت زنده باد شاه، ولی میخواست برگرده، میخواست اون حکومت بیاد دو مرتبه. اون معتقد بودش، به غیر از اینا معتقد بودش که سلطنت و مالکیت هم وصله. مملکتیه که مالکیتش وجود داره، سلطنت هم هست، این دوتا مذهب رو نگر میداره. اینا همهشون کمک میکنن که مذهب برگرده. اون چپه که میاد اصلا مذهب نمیخواد چیه، اون مخواد همه رو بکش، همه رو فکر همه رو تیکه پاره میکنه میخوره لن. ببین یه فریب وحشتناک، یه علتی هم داره. ما بعد از 28 مرداد فقط و فقط نویسندگانی که چپکی بودن و اینا فکر کردن بعد حتما یه چه روشنفکر بنویسه، همیشه رو تجزیه تحلیل کردن. مطبوعات هم که مطبوعات نداشتیم، یکی مدیر، دوتا مدیر روزنامه داشتیم، مؤسسه بزرگ مطبوعاتی داشتیم، این دوتا دشمن هم دیگه بودن، مواظب که آگهی دولتی رو که بگیره، همش هم دوتاشون هم سابقهشون خراب بود. اون یکی شرکت کاپوتاشو داشت، جنس قاچاق میکردش تو دریای جنوب، اون یکی هم که خب مال فرقه اسماعیلیه بود، اومده بودش روزنامه درست کرده. ما چیز روشنگر نداشتیم. از اون روزم همه شده، حتی انقدر گفتیم که برای اون شاه بدبخت هم گفتم صورت حساب دادن که ما کردیم، امریکا گفت ما کردیم، چی کردش؟ میگفت چیز ما بودیم، ما آوردیم سر کار. نه، یک چیزی گاهی نفرت یه چیزی میسازه، گاهی عدم حرکت حرکت میسازه، گاهی سکوت شما کلی توش حرفه. نگاه که من میکنی با نگاهت خیلی حرف ها به میزنی که با زبونت نمیاری. ما تو اون سرزمین دروغ فراوون، جعل فراوون. امروز همه ما هر کدومون با هم میگیریم میشیم دعوامون میشه، دعوامون میشه، با دروغای مختلف باور داریم. نه، اون مملکت آقای خمینی میخواست دستگاه با هم نخوره، سلطنت رو بعد نمیتونست اون موقع نه، بعدن هم اسم جمهوری نبود. مگه بعدن آقای خمینی جمهوری رو قبول کرد؟ حکومت آقا اسلامی، حکومت مسلمان، حکومتی که مالکیت توش محترمه. اونم که یه مقدار دنبالش رافتن فکر کردن که اینی که رو آموزگاره که اومده آقا همه چیز مردم رو داره میگیره، خونه های خالی رو داره میگیره، اینا خمینی بیاد چیز میکنه، اینا مالکیتشون محترمه. ببینیم یه مقدار آنچنان چیز وضعیت دیوانه کننده به نظر من، سالهای سال آدمهای بسیار باید بگیرن بشینن که مشخص کنن چه اتفاقی از روانی افتاد، از روحی مردم چی، آقا چجوری شدن. اون کاسبی که در دکونش سه روزه میبنده طرفدار مصدق هم هست، بعدم ببینه که آقا آیا رو داره میگه آقا استالین، استالین، آقا استالین، استالین، همه هم میترسن این استالین بریا داره، این استالین آدمکش حرفه‌ایه، این اصلا پرولتاریا سرش نمیشه، آدم مظلوم سرش نمیشه، همه وقتی چون تو سیبیریه، اینم هم تو جنگل کاتین، آقا هرچی لهستانی گیر میره همه رو تیربارون کنی بکشین. یه آدمایی تو یه جا پیداشن تو مرگش بازوبند سیاه ببندن، بعد در مناقبش در اون چیز انسانیتش بیان حرف بزنن. خب مردم میترسن از اینا. اینا مردم، ما یه چیزی 14% آذربایجانی داریم، ترک زبون داریم تو مملکتمون. اینها یک سال و نیم حکومت بلشویکی فرقه دموکرات رو چشیده بودن. اکثر بازاری ها، اکثر مغازه‌دارانی که توی تهران بودن، اینا همه کوچ کرده های سال 1324 و 23 از آذربایجان بودن، اومده بودن. اینا میتونستن چپ یعنی چی؟ نفرت از چپ داشتن، نفرت از بولشویک داشتن. من حالا نمیم، من حالا ایدئولیزم یا چپ یا راست خوبه یا چپ خوبه، تو دنیا یه چیزایی امتحانشو داده، ما دیگه دو حرف داره. ولی ما اونجا میگم همه چی، آقای کاردان حرف که میزنی بچه‌ها مثلا خول میشن، دیوونه میشن. یه روز یارو میگه آقا جون تو مردم پریشان میکنی، تو این دشمن تو میشه، این تو یه چیزایی بهش میگی که این اصلا سابقا فکر نکرده، یه جور دیگه فکر میکرده، این اصلا ناراحت، این دشمن خونی تو میشه، تو تمام ساخته های مغزی اینو شخصیت شناساییش رو تمام خراب کردی، از دست دادی. نه، اون مملکت یه بازبینی میخواد کرده، من
و بعد هم برای من خیلی عجیبه آقای خادم، نمیخوام ازت تعریف کنم، تو خب چند نفر میشه جناب عالی ما داریم؟ نداریم آقا، نه آقا با خدا نداریم، وقتی نداریم نداریم. حالا من نمیدم اون شیر پاک خورده ای که این وسایل رو در اختیارتون میذاره چه قدم بزرگیه، اونم نمیدونم، اونم ندارم شناسنامشو، نمیشناسمش متاسفانه. اونم آدم خیلی بزرگیه، حتما آدم خیلی بزرگیه، اونی که این منبر میده که بگیری بشینی این علی مسعودی رو بخوای آدم رو خول کنی، آدم رو اذیت بکنه، نه. مال ما اونجا مملکت ما یه سری آدم هستن که یه سری فهمیدن دق کردن. آقای خان فروهر اون چیزی که دردش آورد فهمید که آقا جان فرمانده ارتش ایران، کسی که حکومت اومد رسیده، کسی که امریکا توصیهش کرده، غرب توصیهش کرده، آقای حسین فردوسته. آقای هوایسه راشو میکشه میاد فرودگاه تهران، پیاده میشه، احترامات نظامی براش میکنم، میاد همه فرمانده رو جمع کنم، همه رو همه بینین اینجا جمع میشن، میگه آقا بعد از این آقای حسین فردوس فرمانده شماست. اینو ما ردش کردیم رفته، این محمد رضا شاه پهلوی رو ما رد کردیم رفتش، اونم ردش کردیم، اینطوری ردش کردیم به خاطر این ردیم که بقیه آدمایی که ما گذاشتیم تو کشور دیگه احساس خطر نکنن، بگن آقای بیکسوکار آدم داریم رفتش بیرون. حالا تو هستی، حالا سازمان اطلاعات امنیت کشور، دستگاه بازرسی، یعنی تمام مسائل سیاسی ایران میومد بدت میره پلاقای فردوس، رکن دو سیاد جاندارمری، رکن دو ارتش، رکن دو شهربانی، تمام اطلاعات نظامی و اینا بعد میره پلاقای فردوس. آقای فردوس نگاه میکرد کدومش به عرض برسونه کدومش نرسونه، یعنی میدین شما قلابی تر از حکومت ایران پذیرش داستان اینا ابلهانه ترین نوع فکر کردنه. اون مملکت زمان آقای رزمارا همه انشابی که در خود حزب ما شدهش، اینی که یه مش رفتن کارمند رکن دو استاد ارتش شدن، خبر بگیر اونجا شدن، هم اکثر آخوندهایی که درست شدن در حوزه علمی قم اینا رفتن شدن کارمند رکن دو، بعد شدن کارمند سازمان اطلاعات امنیت کشور. حزب چپ ایران هم شب کاجیبی هم فرستاد، آدم فرستاد، آیت الله عظما، آیت الله فلان، حجت الاسلام. آقا یه جمع یک چیز قراش میشه عجیب و غریبی از نوکرهای مختلف، یعنی آدمایی که دستمزد بگیرن برای اداره اون مملکت درست شده. آره این وقتی میگه من نمیدونستم، اصلا کسی نبودش، خب این نمیدونه مگه این همه چیز یعنی آقای رهبر نمیدونه مدن کشتن؟ نه بابا اینو نمیدونه، خامنه ای نمیدونه. آقا به خدا به والله یه خلخونه است اون مملکت. صحبت از خلخونه شد، اجازه بدین ما فقط 5 دقیقه وقت استفاده کنم از حضور آقای مسعودی به خاطر کتاب بسیار جالبی که منتشر کرده، همینطور که اسمش خلخانه است. کجا خلخانه است؟ همه دنیا؟ ببینید دنیا که داره میشه وقتی تجار دنیا سیاست مدار میشن، وقتی که سیاست دست تجارت میفته، دست کورپریشن ها میفته، دیگه چی صرف میکنه چند بفروشن این قیمت کش که حراج بکنن که این نکننش، دست سیاست مدار نیست، برای آینده نگر هم نیست، اونی که امروز میگیره میشینه در امریکا رئیسش میشه کاری نیست دیگه. این هرچی ابلتر، هرچی پایینتر، هرچی چیز باشه بهتره. بهش میگن آقای کامپیوتر، قبل از اینکه آقای ترامپ چیز شد مفصل توی بی بی سی نوشته بود، یعنی 2 ماه پیش نوشته بود این میشه، چون این راحت تر میشه ادابتش کرد، راحت میشه تربیتش کرد، راحت میشه مسائل بهش چیز کرد، حقونه کرد، امضا صاحب امضاش بکنه. مرد عده که بودن یک کمی فکر میکردن مثل کندی ها بودن، برادرش رو همه رو کشتن، همه رو کشتن، بقیه هم کشتن که ما نمیدونیم، خبر نداریم. دنیا مال حکومت مغزای کوچیکه آقایه، این مغزای کوچیک رو میذارن هر طور بخوان میگردونن. وقاحت هم عجیبه، یارو پیش از این که با این همه آقای ترام یارو بدویرا میگه، آقای رامنی، اون یکی پیش رامنی بد میگه آدم نیست، اون یکی میگه آدم نیست، بعد میدم بیام پلوش.
آدم ها شخصیتی حتی مخالفت هم ندارن، امروز مخالفن فردا موافقن، یا رو یه چیزایی میگه اصلا من فکر نکنم تو نقشه جهان این آقای ترامپ بتونه سوریه رو پیدا کنه، ایران رو پیدا کنه، این کاری نبوده. این میدونه این فقط آقای ترامپ یه چیز استاده، استاد طمع رو به جوش آوردنه. مثل هر بسازه بفروشی میسازه صد طبقه میسازه، میاد پلیت اون آقای ترامپ میاد بگه آقا جون این الان بخری $100,000 فردا $200,000 میفروشه، $100,000 مفت میره تو جیب تو. اینا طمع آدم ها رو چی کنن؟ این متخصص این کاره، طمع رو ایجاد کردن. حالا بعدن چه بلایی میادش؟ این نمیاره، اون نظام و سیستمی میاره که داره اینا رو اداره میکنه. اینا بچه های محله اون هستن که سابقا یادم میاد این جنگ جهانی دوم این از توی جیپ این سربازای امریکایی از این شکلات های اسنیکر میریخت بیرون، بچه ها میخوردن، بعد میدویدن دنبالشون ذوق میکردن. اینا از اون با دوستا بد بودن که اونا یه جور دیگه رفتار. دنیا حالا یه همچین وضعی شده، گاهی شکلاتی میپاچن آدم ها، گاهی جمع میشن زر میزنن حرف میزنن، هیچی هم ندارن بگن. یارو میگه که آقای اوباما میگه من میام، آقا سربازا رو میخوام، نمیاره. خب نمیاره. ببین دنیا خلخونه است. این کتابو من نوشتم، همه رو ننوشتم، گاهی نگاه میکنم این اگه بخوام همه رو بنویسم یه 30-40 جلد میشه. این همه مسائل خلبازی، یعنی بشریت داره، بشریت جای بدی میره. آقای این جنگ سوم که اینو شروع کردن الان تقریبا 30-40 سال شروع کردن تو دنیا، جنگ وحشتناکه، جنگی که امکان داره 300-400 سال طول بشه. این انزه جنگ‌های صلیبی، این جنگی نیست که تموم بشه. هی پدر کشته است، هی پدر کشته است، پدر کشته رو کی بود آشتی اون خودشو ببنده، اون به خودش بمب میبنده، اون به خود تمام همه جهان داره خراب میشه. شما از خونت میخوای بری تا فرودگاه یه 2 ساعت پرواز کنی 300-400 ساعت وقت بذاری. اینا همش ضررهای اقتصادیه، اینا عدم امنیت بر مردم میرسونه. یعنی در سطح شده دیگه، این شده ما کتابو در میاریم خدمتتون عرض کنم، آدم هم دوست ندارن بخونن. ما تمام کارکشون به محاسنی که بر مشه مردی دو معایبه، می نویسی عیب داری، دیوونه مگه می نویسی؟ بعد کی می نویسی؟ پول خرج میکنی بریم تو کسی نمی خونه آقا کسی، یا با تو نمی خونیم آقا، اگر هم بخونیم بعض جای خنده دارش می خونیم، نقاشی می کنیم آقا چی بعضی چیزش هست انقدی تو هنگونگ میکشن دن میزنه بالا پیچش، دوست ندارن. حرف جدی میزنی یارو میگه آقا ولمون کن تو رو خدا، بذار خوش باشیم. ما شما یه اصلا حرفایی میزنی که سناریو قاطیت نمیگرزه. میدونی شما اینا عیبه. بله حالا من بخونم یه دهن خوب بودش خوب. کلی خوب بودش. متاسفانه خدا صدای خوبی هم بهم نداد که من یه آدمی بشم که اون خودخواهیام، بچه بودم بدون میخواد شاه فرهنگ بشیم. چقدر ما با پشت با پونمون خوردیم زمین واسه جوب آب، نمیشه بپریم دیگه. ببین گفتن بپری شاه فرهنگی، ما برای شاه فرهنگ شاه ایرانم جرئت نداشتیم بشیم. ما اصلا فکر اینی که ما شاه ایران بشیم نداشتیم. ببین پدرمون در ما میپریدیم خیس میشدیم، شلوارمون پاره میشد که بلکه شاه فرهنگ بشیم. خب شما از نظر ما شاه فرهنگ هستید. آقای علی مسعودی دوست عزیز من مهمان این برنامه بودن و اجازه بدید همینجا ازش قول بگیرم که باز هم به برنامه ما بیاد. راهش خیلی دوره اما محبت میکنه این راه دور رو پشت سر میگذاره، با این ترافیک وحشتناک به دیدن ما میاد و خوشحالم که دوست خوبی مثل علی مسعودی دارم. بله. تشکر میکنم از لطفت. اگر راه هم سراسر سنگ باشد بر او صد آهنین دیوار باشد، قربون میایم ببینیم یه مش آدمای که ناجورن رو ببینیم دیگه. اینا مد روز نیستن، مد جامعه هم نیستن و نمیدونن، مردم نمیدونن چه آدمای بزرگی هستن. ممنونم از لطف محبتتون. تشکر از لطفت، مرسی. با تشکر از آقای بهروز مشکیار کارگردان برنامه و با تشکر مجدد از علی مسعودی، شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم به امید دیدار.